یکی از مهمترین مسائل مطرح در روابط بین اوکراین و اتحادیه اروپا مسئله تردد و مسافرت آزادانه شهروندان این کشور در محدوده شنگن است. صف‌های طویل متقاضیان روادید مقابل سفارت‌های اروپایی در کیف به امری عادی تبدیل شده. مسئله‌ای که بسیاری از اوکراینی‌ها به ویژه جوانان امیدوارند روزی برچیده شود. شرایط دشوار اعطای روادید شنگن به شهروندان اوکراین، لزوم توجیه دلیل سفر و توانایی مالی موجب نشده که از حجم متقاضیان کاسته شود. مقابل سفارت جمهوری چک فردی را ملاقات می‌کنیم که برای سومین بار در نظر دارد برای دیدار با نزدیکانش به پراگ سفر کند. او از سختی گرفتن روادید در دفعه قبل می‌گوید. اونا طوری رفتار می‌کنن که انگار من رفته بودم اونجا بمونم و کار غیرقانونی انجام بدم. گروهی از سازمان‌های غیردولتی برای برقراری یک رژیم فراگیر بدون روادید در اروپا مبارزه می‌کنند. آنها ضمن حمایت از تدابیر دولت‌ها در بهبود امنیت مرزها و کنترل مهاجرت، هدف خود را از بین بردن آنچه آن را نگرش کلیشه‌ای برخی از اعضای اتحادیه اروپا توصیف می‌کنند، می‌دانند. ایرینا سوشکو از جمعیت اروپای بدون مرز می‌گوید: برخی از کشورها از لغو روادید برای اوکراینی‌ها حمایت می‌کنند. در این حال بعضی از کشورها هم از این مسئله پرهیز دارند و برخی هم علناً مخالف هستند. وسعت مرزهای شرقی اوکراین و سختی نظارت دائمی بر آنها موجب شده اتحادیه اروپا با بالا دانستن احتمال مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاقی شهروندان کشورهای ثالث از طریق اوکراین هم روبرو باشد. اما آیا کیف توانایی برآورده کردن شرایط بروکسل را دارد؟ سفیر اتحادیه اروپا در اوکراین توضیح می‌دهد: شرایط پیچیده است. منظورم این است که اوکراین هنوز باید اقدامات زیادی در راستای این برنامه انجام دهد. البته باید این مسئله را هم در نظر داشت که تاکنون گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده است. سازمان‌های غیردولتی اوکراین رفتار و سیاست‌های سفارتخانه‌های خارجی در مقابل شهروندان این کشور را به شدت زیر نظر دارند. آنها میگویند روادیدهای طولانی مدت و یا روادید ورود نامحدود به ندرت برای اوکراینی‌ها صادر می‌شود. بسیاری از مسافران هم معتقدند سفارتخانه‌های اروپایی سیاست واحدی در مورد اعطای روادید ندارند و این مسئله تابع شرایط ثابت و مشخصی نیست، مسئله‌ای که بدون شک موجب نارضایتی آنهاست. از سوی دیگر اتحادیه اروپا میگوید در نظر دارد ضمن شفافسازی بیشتر روند اخذ روادید را برای اوکراینی‌ها آسان‌تر و ارزان‌تر کند. این اتحادیه ادعا می‌کند که میزان رد شدن درخواست روادید اوکراینی‌ها در مجموع سفارتخانه‌های اروپایی به 4% کاهش یافته. خارجیان شاغل در اوکراین از جمله افرادی هستند که مشکلات ناشی از الزام روادید آزارشان می‌دهد. خیلی وقتا پیش آمده که تریلی‌ها 3 هفته لب مرز معطل شدند، فقط برای اینکه شرکت داشته برای رانندش روادید می‌گرفته. تجارت پویایی خاص خودش را دارد و تغییرات در آن خیلی سریع اتفاق می‌افتند. بعضی مواقع در لحظات آخر مشخص می‌شود که سفری باید انجام شود. این مسئله است که مسئولان اوکراین بدان واقفند و در تلاشند تا با کمک مالی بروکسل امنیت مرزها را افزایش دهند تا شاید روزی شاهد لغو روادید برای ملت خود باشند.